به روز مرگ من چه تابوت من روان باشد و مرتب است که مرا در این جهان باشد. برای من مرگی و مرگ و دلیل کریم و دوب دیل در افته دلیل آن باشد. جنازم تو ببینی مرگو فرا فرا مرا به سال و ملاقات آن زمان باشد. مرا به گور سپاری مرگو بدا بدا که گور پرده جمعیت جنان باشد. فرو شدن تو بدیدی برآمدن بنگر غروب شمس و قمر را چرا زیان باشد. تو را غروب نماید ولی شروع بود به هر چه هست نماید خلاص جان باشد. کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست. چرا به دانه انسانت این گمان باشد. کدام در روری رو پر بیرون نامرد زجاق یوسف جان چرا فرمان باشد. دهان چو ببستی در این سو آن طرف بکشا که های روی تو در جمع دامتان باشد. حضور شما گرامیان عزیز را و مفر گرامیداشت هست سالروز عرص مادانای بزرگ و همچنان که مصادف است با امسال و این روز بزرگ و خجسته خیلی مختلف میگویم و همچنان امیدوار هستم در روزهای سرد زمستان دلتان گرم و پرمهر از اشعار مولانای بزرگ باشه. فرشتگان گرامی، همانطور که در جریان هستی در آستانه گرامی داشت از روز عرص مولانا، روز جاودانگی مولانای بزرگ قرار داریم. همچنان با هفته ای را که آغاز کردیم با یک خبر ناگوار از درگذشت نویسنده نامور کشور آقای رهنورد زریاب هفته ای بود که سخت گذشت در خانواده ادبیات افغانستان. نه تنها در افغانستان استاد رهنورد زریاب بلکه در منطقه و جهان یک خبر ناگوار. از شما گرامیان تقاضا میکنم با پاس احترام و کارکت های استاد رهنورد زریاب برای لحظه ای وفا استاده و برای شما سکوت کنید. من عاشقی از کمال تو آموزم، بیت و غزل از جمال تو آموزم. در پرده دل خیال تو رقص کنم، من رقص خوش از خیال تو آموزم. شما دعوت میکنم به شنیدن و اجرای از گروه بزم لفاق. I'm not afraid to die.
حضورش،
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عرض بخیر خدمت همه خانم‌ها و آقایان نصیب دعوت اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان برای سهمگیری در چند مناسبت همزمان و ضرورتی از همه شما سپاسگزار هستم. سوالی که با در آستانه زمستان این سال هستیم یکی از سخت این سال ها برای همه ما بوده است. کمتر کشور، کمتر جامعه و کمتر خانواده بوده است که در این سال حادثه برای آن اتفاق نیفتاده است. معنی جهان شدن واقعا ما در تراژدی بودن سال 2020 تا 1392 ما شاهد بودیم. هیچ خانواده، هیچ کشور، هیچ جامعه و این سال وجود نداشته است که سال خوش و آرام داشته باشد. و این سال و ما هم عنوان شهروندان جمهوری اسلامی افغانستان مستثنا از یه هست نیستیم. سال بسیار سخت برای همین و شما بوده است. و سختی این سال این بوده است که ما به صورت مرتب ستاره های گوناگون از دنیای فرهنگ و هنر از دست داریم. این ستاره ای که نزولتر استاد رهنورد زریا بود. برنامه برگزاری عرس مولانا رو ما چند هفته پیش برنامه‌ریزی کرده بودیم و یک از سخنرانانی که قرار بود امروز در کنار ما باشد استاد زریا بود. بعد در مورد موضوع سخنرانی هم آماده به نظر شده بود از چی زمینی صحبت کنند که متاسفانه هم نبودند وقت یارانه بود که جناب استاد در کنار خود نداشته باشند. سوالی که برای همه برای دوی روی دارد که همه ارتباط اینستیتوت مطالعات استراتژیک با فرهنگ در چی هست؟ معمولا در کشورهای دیگر اینستیتوت‌های مطالعات استراتژیک روی مسائل بسیار سخت کار میکنند. هویت اونا روی مسائل سیاست هست، اقتصاد هست، جنگ هست، سیاست خارجی هست، سوریه ها. و اینستیتوت مطالعات استراتژیک از معدود نهادهایی هست که یک رابطه مبهم با پدیده فرهنگ دارد. دو سال پیش با یکی از اساتید دانشگاه های انگلستان یک صحبت در این مورد داشتم. در مورد این کسی که ما در حال گذر از دنیای به اصطلاح انگلیسی و پکس امریکانا به طرف سینوفیقا هست، دنیای چین ویور هست. و این مسائل از من سوال کرد، تصور کنده بود که قرار است که شما خراسانیان، شما فارسی زبان ها، شما افغان ها، شما ایرانی ها قرار است دنیا در کنترل شما باشند. همین دنیای خود برای من توصیف کن. چون دنیا قرن بیستم قرن امریکای محور بود، قرن نوزده قرن انگلیس محور بود و خیلی شواهد وجود دارد قرن بیستم یک رقابتی هست بین دنیای چین محور و امریکا محور. برقرار باشد که ما ایران، افغانستان، تاجیکستان، هند، پاکستان دنیا در اختیار ما باشد، دنیا ما چگونه دنیایی هست؟ باید برای یک سال بود که چگونه من دنیای خود تقبرار بود قرار باشد که ما در این دنیا آقای دنیا باشیم، دنیای ما چی دنیای خواهد باشد؟ خواهد خواهد نباشد. من این دنیا سوال کرده گفتم که شما هر تمدن که نگاه کنید یک کلیدواژه تمدن دارد. دنیا یک دنیا، هر دنیا یک کلیدواژه مشخص و شناسنامه خاص خود خود دارد و شناسنامه مردم این سرزمین رو می‌تونیم باید واژه توصیف کنیم. اگر شما یهودی‌ها تاریخ یهودیت مطالعه کنید، یک کلمه‌ای یهودیت مظلومیت است. مظلومیت به انزوای یهودی‌ها در طول تاریخ است. اگر چین مطالعه کنیم، در چین نظم است، سلسله مراتب است. و 2000 سال تاریخ تمدن چینی رو شما در کلیدواژه خودتون کاملا از دیدگاه نظم و سلسله مراتب چین منظم است. در چین سلسله مراتب وجود
اگر هند دوست شرکت استراتژیک افغانستان رو ببینیم، برای هند تنوع هست، یعنی واقعا مدنیت و تمدن هند مبتنی در اینکه از او تنوع هست، تنوع زبانی، تنوع قومی هست. تمدن فرد چی دارد؟ منفعت هست. منفعت هست که اگر شما منفعت را از تمدن غرب بگیرید، چیزی از تمدن غرب باقی نمی‌ماند. تمام تحولات علمی سیاسی و فرهنگی غرب بر دقیقیت منفعت واقع شده است. و اگر ما تمدن که ما سرزمین ما شاد هستیم کلیپاژه چی می‌تونه باشه؟ خب هر صورت اساتید بزرگوار در اینجا هستن، اینا میتونن از دید خود خود این کلیپاژه رو انتخاب کنن. از دید من آنچه که تمدن ما به هم گره داده است عشق است. عشق است و اون عشق است که استاد زرنام نماد از رو عشق نزدیک به 20 سال است در شرایط سخت مثل کابل استاد زرنام زندگی میکنم. من دو سال پیش بود که و خانه را در مکران رفتم، در زمستان بسیار سرد بود، بسیار سرد بود، اما همون سردی زمستان کابل شما با همون عشق استاد زرنام به این سرزمین، به این فرهنگ، به این ادبیات بعد ما چند صد سال قبل هم بگرهیم با ما فردوسی داشتیم که 30 سال فقط به خاطر یک کتاب تلاش کرد و اینها. بنابراین مدنیتی که همه ما فارسی زبان ها، ما پشتو زبان ها، ما ترک ها و هم گره زده از سری سرزمین واقعا اون چسبی که میتونه قدرت ما تکنولوژی ما تعریف کنن عشق است. عشق است که توانسته است که با وجود تمام مشکلاتی که این سرزمین مقاطعای شاید بودیم با وجود اون عشق بوده است که ما رو ما دیدن قومیت حفظ کرده است. ما قدرت نظامی نداشتیم در چند ساله در چند سال اخیر، ما قدرت اقتصادی نداشتیم، ما همیشه در اقتصاد است در فوتبال نظامی تا بازنده بودیم، اما آنچه که ما حفظ کرده است به عنوان یک قومیت ما همون عشق بوده است و عشق تبلور عشق ما در ادبیات خود بودیم، ادبیات ما ادبیات فارسی ادبیات پشتو. چون واژه عشق از جناب استاد فتحی نادری تشریف دارند، اگر عشق از ادبیات فارسی، از ادبیات زبان پشتو، از زبان ازبکی بیرون چیزی باقی نمیماند. همه چیز ادبیات این سرزمین روی عشق واقع شده است، روی ادبیات ما هویت ما هست. بنابراین خوشحالی ما هم این هست که با وجود تمام گرفتاری ها و مشکلات که ما با اون مواجه هستیم، ما یک صاحب یک مدنیت هستیم، این مدنیت یه برزور شمشیر بنا شده است که در زور اقتصادی دارد، یه زور تکنولوژی روی عشق هست، عشق پایدار هست. امروز با شما در 770 سالروز درگذشت حضرت مولانا هست، او عشق قدیمی بود، ما اینجا در همون جمعه می شده و امروز ما در گذشت مولانا با موسیقی جشن می گیریم. خب اگر بعضی مسائل دیگر نمیشون در کنار موسیقی ما چیزای دیگر را می دونستیم برای شما پیشکش کنیم، شده یک فرصت دیگه است که ما موسیقی با آن چیزی که نیازمند موسیقی هست میزبان شما برسونه. از تشریف آوری همه شما سپاسگزار هستم و امیدوار هستم که به برکت عشق که همه ما صاحب این مدنیت عشق محور هستیم، با توجه به بدون توجه به تفاوت‌های سیاسی و ایدئولوژیکی که همه ما با مواجه هستیم، و من با خوشبینی من در برای افغانستان، برای ایران، برای آسیای کانه، برای جنوب آسیا، این جغرافی های بزرگ ما همه هست که در این سرزمین عشق هست، سرزمین عشق هست و عشق پایدار هست. سپاس از همه شما و از جلالت ما جناب عالی‌جای وزیر سرپرست وزارت فرهنگ تقاضا میکنم که صحبت ها داشته باشید.
الله الرحمن الرحیم و دید سعید حضر خدا خیر سلام درود سلام باشد که بزنی شما تقریب میکنم قدردانی سپاس خود داری میکنم از جناب دکتر سید نوروگیان حدیث سپیت مطالعات و استراتژیک افغانستان همکاران شد بابت تدبیر برنامه طبعی که جناب دکتر سید هم گفتن از مثنوی تغییر و عشق نامه شده است و از مولانا تغییر تغییرات شاهانه هست مجازی و استعاری هست هم شاید روا باشد که ما هم روایت کنیم که از مثنوی تغییر و عشق نامه شده است و از مولانا هم تغییر و پیامبر عشق و عشق کانونی ترین مفهوم در مثنوی است. مثنوی کتاب فاخر و با عظمت و شکوهمند است که از گذشتگان و از چهره های نامدار عالم عرفان و تصوف در مورد مثنوی صورت های بسیار زیبا و سخنان پرمعنای و یادگار است. مولانای جان عبدالرحمن مولانا عبدالرحمن جامی میگه که من نمیگویم که آن عالی جناب هست پیغمبر ولی دارد کتاب مثنوی معنوی مولوی هست قرآنی در زبان پهلوی و به همین ترتیب شش دفتری که مثنوی دارد و در هر یک از این شش دفتر شخص مولانا با قلم و بیان خود مقدمات را نوشته است و به هر یک از این شش دفتر مقدمه را نوشته است. در دفتر اول مثنوی را مولانا این گونه برند بالا معرفی می کند که هزا کتاب مثنوی و هو اصول و اصول و اصول دین به کشف اسرار الوصل و یقین. بعد در همین مقدمه بگه که باز هم در وصف مثنوی بگه که و هو کنیل مصر شراوند صابری آب گوارا و تکور است برای همه مؤمنان و صابران و هو کنیل مصر شراوند صابری و حسرت معار فرعون و کافری کما قوله تعالی یهدی بی کثیرا من ظل بی کثیر تشبیه بر قول خداوند تعالی کرده است که از قرآن ایده گمراه می شود و ایده هم هدایت می کند. چنانچه که در جوری دیگر در مثنوی باز همین گفته را در قالب شعر گفته است که گر نمغزی تو رسی در منتها خب اگر این قسمت شاید ها به نمانده بعد میگه که زن که از قرآن مسی گمرک شدن زندرسن قوم درون چه شدن مردسن را نیست جرم ای انو چون تو را سوداوی سربالا نبود رسن هم میتواند کسر از پهر چای ظلمت که به او بشست و از محکم بگرد بارا سر چای بیاورد هم می شود که از توسط همه رسن در قهر چاپ اما اون به که قرآن را هم تعبیر بر رسن کرده است از این رسن سوی کشت با خواهد را به ایده هم سقوط خواهد کرد یه زند به این کسی را و یه ده به این کسی را اما مثنوی را هم میگه که چنین هست و هر که سودای سربالا دارد او به بالا خواهد رفت و هر که سودای سربالا ندارد در حبوب جهل رو در حاوی ظلمت سقوط خواهد کرد. این یک نکته. نکته دیگر هم که از قول خود مولانا
نکته دیگر همه که در کتاب مناطق العارفین احمد افلاکی حکایت است که فرزند از فرزندان مولانا آمد، گفت که در کوچه و بازار، در دیر و دیار، در مسجد و خانقاه این گونه بر افواه عام افتاده است که مثنوی چیزی از جنس قرآن و چیزی از جنس وحی است، چیزی از جنس وحی و الهام است. یعنی گویا این گونه تعبیر می شود که تو گفته های قرآن و گفته های خداوند و بر زبان در قالب شعر بیان می کنید و من بگو که تفسیر است یا خود قرآن است، تفسیر است یا همان عین گفته های خداوند. میگه که احمد افلاکی میگه که مولانا گفته فرزندش را رد نکرد. خب از 747 سالگرد عرس مولانا که امروز در اینجا تجلیل میکنیم، در طول 700 سال، 700 سال بارها بارها عارفان و متصوفان و چهره‌های نامدار عالم عرفان مثنوی را تشریح و تفسیر و بازگشایی و رمزگشایی کردند. قدر متعقل باور اجماعی این است که آموزه‌های بلند اخلاقی با اقتدا و با اقتباس از گفته‌های خداوند و قول خداوند و قرآن عظیم الشأن مثنوی کتاب رهنما است، رهنمای اخلاق برای تمام انسان‌ها. حاضران گرامی، گل به خاطر نظارت ناظری بوییدن عاشق و یا هم به منظور دیگری نمی‌شکفد. شکفتن، باز شدن، غنچه کردن گل جزء ذاتیاش است. گل نشکفت نمی‌شود، خود به خود می‌شکفد. این شکفتن به هیچ منظوری نیست و منظور این نیست که جلب توجه کنید. باید به همین ترتیب شما می‌بینید که از دل صخره‌های سخت دارن چشمه می‌جوشن، قلقل می‌کنن. و منظور این نیست که تشنکام را لب تشنکام از کنار این چشمه اگر عبور کرد و گذرش افتاد لب تر کند و کام تر بنماید، در این منظور نیست. جزء ذاتیاش است. ذاتاً چنین است که باید قلقل کند و بجوشد از دل کل صخره. برخی از جانها، برخی از انفس، برخی از انسانها چنین است. وجود پیامبر را گفتند که رحمتن للعالمین، نارسلناکن رحمتن للعالمین. خداوند از وجود پیامبر تقدیر و رحمت برای همه عالمیان بود. با اقتدا و پیامبر و با تأثیر و سیره پیامبر می شود جانهای دیگر هم و همان مسابه و پیمانن رحمت باشد. منبع فیاض و جوشان برای همه بشر باشد. فکر نمی کنیم که در طول این 700 سال اگر مولانا خانه و خانقاه پدر مولانا در بلخ است، اگر مولانا مولدش محل تولدش بلخ است، مدفنش قونیه است، اما جغرافیای فکر مولانا کل عالم انسانی است. هر کس به قدر توان خود و به قدر استعداد خود می تواند از این چشمه جوشان و فیاض و فیض بخش جام معرفت بنوشد، جام اخلاق بنوشد، آب اخلاق بنوشد، آب گوارای اخلاق. بنابراین در وضعیتی که جهان بشری در کل، جغرافیای تمدنی که حوزه تمدنی مولانا و حساب می آید، ایران و ترکیه و آسیای میانه و افغانستان که مولدش هست، محل تولد مولانا هست، این جغرافیا به صورت خاص نیاز دارد به بازخوانی افکار مولانا، اندیشه های مولانا و گرفتن فیض بهره ای از این چشمه جوشان
وقت. مولانا میگه که سختگیری و تعصب خامه است تا جنیدی کام خون آشامه است. مذهب مولانا مذهب عشق است. تساهل و تسامح جزئی آموزه های بنیادی مولانا است. جمود و تهجر و افرادیتی که در منطقه حاکم شده است قسمان تحلیلی است، بومی نیست و خصوص در این جغرافیا در افغانستان هیچگاه در هیچ گوشه این جغرافیا ما افرادیت و خشونت را به صورت بومی و نهاده شده نداره. تحلیلی است مثلا جنگ هم در افغانستان جنگ تحلیلی است. در چنین وضعیت همگان نیاز دارد که به این رسن چنگ بزنند و ما بیشتر و ما از آموزه های اخلاقی مولانا بیشتر میتونیم بیاموزیم و از این وضعیت فراغبار و نقبت و رقبی که ما سر و چهار آن هستیم با بهره گرفتن از معنویت و معرفت و اخلاقیات مولانا خود را نجات و نقطه وصل من نقطه وصل در میان کشورهای منطقه و نقطه اتصال همه اختلافات و گمشدن و کمرنگ شدن اختلافات سیاسی و جغرافیایی صرف در روشنایی فکر و اندیشه مولانا قابل تصور هست، ممکن هم هست. و عرض سالروز عرض مولانا را بار دیگر هم به همه شما در طبق سنت و سیره‌ای که در میان اهل تصور حاکم است تبریک میگویم و تهنیت عرض میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با تشکر از جناب آقای طاهر وحید سفرسازی به فرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان از سخنان آموزندهایشان فیض بردیم. هرچند که میدانیم مکتب مولانا مکتب معرفت عشق و عرفان است، در این رابطه بیشتر از آقای پروفسور شاه حسینی استاد دانشگاه کابل میشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم. دانشمندان گرامی، خواهران عزیز، برادران افغان، سلام علیکم و رحمت الله و برکات. اجازه بفرمایید در آغاز از اینستیتوت مطالعات استراتژی در افغانستان سپاسگزاری بکنم، مخصوصاً جناب دکتر برادیان که سطح ارزشمند بوده بود. همچنان در گذشته دانشمند گرامی افغانستان استاد رهنما زریاب برای همه شما برای جامعه ادبی و علمی و فرهنگی افغانستان تذکر شد. شب های ایشان خانم و دوان استاد دریا دود بود. همونطوره که مطرح شد خداوندگار بلخ و جلال الدین محمد بلخی از سخنگویان برجسته وجدان فرهنگی ما هست و همچنان ایشان یکی از مطرح کنندگان ارزشمند مدارا و تسامح در سبک فرهنگ و تمدن بشری. مدارا و تسامح بی‌شک از جمله فاخرترین و انسانیترین جلوه‌های فرهنگ پربار حوزه تمدنی ما و شما نمید. این ارزش بزرگ یعنی مدارا همونطور که مطرح شد در آثار و افکار
دانشمندان حوزه تمدنی ما مخصوصا عرفا جلوه های کردن گرفت. اما به ویژه در آثار و گفتار مولانای بزرگ جلوه بسیار ویژه دارد. جهان امروز که متاسفانه کشور ما و حوزه ما ادعایی را که حبس کرده بود که انسان گرگ انسان است، متاسفانه دیده میشه که مصادیقش بیشتر در اینجا مشاهده بود. و همین خاطر است که احترام و دیگری و مقوله تفاوت با چالش تعصب و خشونت ورزی و افراط دیگری روبرو شد. این چالش های جدی و بزرگ ما را فرا می‌خواند تا بیشتر از پیش با پیام‌های معنوی پر از مدارا و تسامح مولانای بزرگ آشنا شوید و در ترویجش مساعی به خرج بدهیم. عرفان مولانای بزرگ یک گستره باز، یک افق گشوده برای همگان است. و گونه ای که به دیگری احترام بگذارد و همچنان معرفت مولانا فراتر از زمانها و مکانهاست و نگاهش هم فراسوی کیشها و مسلکها. و می خاطر است که ایشان همه مسلکها و فرقه‌هایی که با یکدیگر در تخالف هستند اونها را ازشان بیزاری می‌کنند. و میگه اینا اسیر پیش‌داوری های خود هستند و خود را به کمال می‌پندارند. و همین خاطر است که مذهب عشق همونطور که مطرح شد به عنوان یک گستره وصل همه انسان ها مطرح میشه. مذهب عشق، ما مذهب چشم شوخ مستش داریم، کیش سر زلف بت پرستش داریم، هرچند شکست یار دلها شکند، ما هم دل و جان بهر شکستش داریم. در عصر مولانا هم متاسفانه اختلاف و نفاق موج میزد. و همین خاطر است که مولانا با این تجربه مدارا را به عنوان گم شده جامعه بشری مطرح میکرد. او انسان را به عنوان ما و انسان میشناخت، یعنی انسانی که فقط به خاطر انسانیتشان با یکدیگر برابر هستند و هیچ نوع فروتری و فراتری را بر از میهن نمیشناخت. و به خاطر است که شناختن انسان و عنوان انسان چیز را به نام بینا ذهنیت بر ذهنیت ترجیح میدهد. و این بحث یکی از بحثایی است که مولانا ارزش خواهد داشت، به خاطر اینکه برتری بینا ذهنیت بر ذهنیت زمینه گفتگو را فراهم میکنه و گفتگو یکی از مزیت‌های یک زندگی مدنی است. مولانا طوری که همه مفسران و شارحان نظریاتش مطرح کردن، شعار الطرق الی الله به عدد نفوس خلایق را مطرح میکردن، رسیدن به خدا و شمار و تعداد به اندازه جانهای خلایق که خداوند خلق هست. و به خاطر است که ایشان تعصبات را بر بنای پیشداری آدمیان ترقی نکرد و بیزاری میجست کسایی را که از مهربانی فاصله دارد.
و همین خاطر است که شما میگه که از کفر و از اسلام برون است نشانم، از فرقه گریزانم و زنار ندارم، و یا چه تقدیر از مسلمانان که من خود را نمیدانم، نه ترسا، نه یهودیم، نه گبر و نه مسلمانم. ایشان مدارا را به عنوان یک شعار نه، بلکه به عنوان یکی از پایه‌های معرفت شناسی خودش تلقی می‌کند. به این خاطر مولانا کسایی را که خودشان را کمالشان را برتر می‌دانستند تحقیر می‌کند. در جایی میگه که علت بتر ز پندار کمال نیستن در جان تو ای زودلال، یعنی کسی که خودش را با کمال متصف میدانه و دیگران را ناقص تلقی میکنه. و همین خاطر است که حتی در جای یا جاهای مولانا فراتر میره و دیگری را داناتر از خودش میدانه. ور هیچ نمیدانم دانم که تو میدانی، ما اگر نمیدانم دانم که تو، یعنی غیر از من، میدانی. و این واقعا یک فضیلت بسیار بزرگی هست که مولانا بیره میخواسته تبیین بکنه. بعد در دید ما چون وقت بسیار کم است، یکی از رویدادهایی را که افلاکی در مراقب العارفین آورده خدمت شما ذکر میکنم. بگم معروف از وقتی نزد سراج الدین خنیوی رفتن و برش خبر بردن که مولانا میگه که من در 73 مذهب هستم. بگه آقای خنیوی یکی از بزرگان را که عالم دین هم بود تقاضا کرد ازش که برو مولانا را در ملای عام بپرس، اگر بگوید که در 73 مذهب استم، ایشان را خوار بگردان، دشنام بده، ناسزا بگوید و در برابرش این بودن مواجهه بودن. وقتی ایشان رفت در ملای عام یا در جمع از یارانش ازش پرسش کرد که شما گفتید که ما در 73 مذهب هستم، ایشان گفت بله گفتم. میگه این شیخ ناسزا گفت، تحقیر کرد مولانا را. مولانا بخندید و گفت یکی همین است که بایی هم هست. شیخ خجالت کشید، سرفکنده بیرون رفت و راه شد. بعد دید مولانا نه تنها در حوزه تمدنی خود ما اثر گذار بوده، بلکه فراتر از مرزهای ما در غرب هم اثر گذار بوده. 500 سال بعد از مولانا دیده میشه که مثلا در کشورهای غربی لطان خردمند لسن خیلی معروف است. ایشان مثلا یک ده وقتی که سر ادبیات تحقیق کار میکنم میگم که به احتمال زیاد لیسنگ الهام گرفته از آموزه های مولانا. لیسنگ در یک جای میگه که خداوند در دست راستش تمامی حقیقت و در دست چپش تنها غریزه همیشه بویای در پی حقیقت بودن را نگه داشته. با این پیش فرض که من و تا ابد راه خطا بگویم و من بگوید، انتخاب کن یا حقیقت ناب را یا جستجوی حقیقت هم که در مسیرش خطا هم هست. من با فروتنی با دست چپش با دست چپش میفتم و میگویم پدر این را به من بده، زیرا حقیقت ناب در دست شماست. به هر ترتیب
الهام آفرین‌های مولانا انکار ناشدنی است. من به صورت خلاصه عرض می‌کنم که مثلا وقتی بعد از قرن 18 و 19 مخصوصا 19 مکتب تعالی‌گرایی در غرب رواج یافت، خیلی از دانشمندان غربی در ترویج افکار مولانا سعی کردند. نیکلسن خیلی چهره مطرح است و در آخر بارکس و چهره های دیگر. و مخاطر است که ویلیام جونز، زبانشناس، کارشناس، دانشمند مطرح انگلیسی، با همه آشنایی که در غرب در رابطه با مولانا وجود آمدن سخن جالب میگن. میگه شاید کتاب ارزشمندی مثنوی تا به حال به دست انسان سروده نشده است. مثنوی همچون دشت دست نخورده و پوشیده از گلهای فراوان در اقلیم مناسب است. جان هیل، فیلسوف مطرح دین، هم همه شما مطالعات شدید در این مخصوصا در رابطه با تئوری پلورالیسم دینی شما آگاهی دارید. ایشان در یکی از آثار خودش تفسیر دین پاسخهای انسان به وجود متعالی یک فصل را از مولانا اقتباس میکنه و در تیتر میزنه: شمع‌ها بسیارند اما روشنایی یکیست. و همچنان بحث داستان دین که مولانا بسیار با زیبایی شرح داده، ایشان در توجیه پلورالیسم دینی خود ازش استفاده میکنه. بعد در دید مولانا چیزی را که نمیخواید انانیت و منیت است. و میخاطر است که مثلا او بحث بسیار مهمش را یکی از دانشمندان غربی یادآوری میکنه: کسی در خانه محبوب را کوبید، صدا برآمد کی هستی؟ ایشان گفت منم. دوباره برش پاسخ داده شد که برای من جایی نیست. بعد از سال بازی عاشق برگشت و گفت کی هستی از درون در؟ از پشت در صدا آمد، گفت تو هستی. گفت درا که برای من تویی که من شده ای جایی و جایگاه هست. و بسیار وزیبایی شرح کرده بانگ زد یارش که بر در کیستان؟ گفت بر در هم توی ای دلستان. گفت اکنون چون منی ای من درا، نیست گنجایی تو من را در سرا. شایان یادآوری میدانم در آخر سالاتایم که در زبان پشتو هم مولانا محبوب بوده و در زمینه ترجمه و برگردان آثارش یک عده از شخصیت‌های پشتو زبان تلاش کردند قابل قدر. مولوی عبدالجبار دفترهای اول و دوم مثنوی را ترجمه کرد. پروفسور نورجهان جهان برخی از حکایت‌های مثنوی را به پشتو برگردان کرده و به نام گلدسته رومی منتشر نموده. سال محمد هوتک کندهاری که همکار قلمی سراج الاخبار بوده، ایشان هم داستان برخی از داستان‌های مثنوی را در 1318 تحت نام پشتو مثنوی و نظم در آورده که در سال 1350 چاپ شد. ترجمه منصور سه دفتر مثنوی را عبدالاکبر خان در 1977 به دست نشر سپرد. ترجمه مثنوی پشتو یا روان نصر مصنوی را شخصیت مرام نازک میر در امی اواخر زهیر فلخی که قابل قرد است. و همچنان فیمافی توسط یک مجموعه از دانشمندان افغان: حبیب وصا، نازنین حلی، محمد آصف احمدزی، محمد زاکر زکی، هارون حسن و میرویس فضلی برگردان کرد. ضروری به نظر میرسه که این تلاش ها باید قدردانی شود و ما بنابرای خود سپاسگزاری میکنم از انستیتوت مطالعات استراتژیک که امروز برخی از شخصیت هایی که به زبان پشتو افکار و اشعار مولانا را
برگردان کردن و قابل اینا را تقدیر میکنم. من سخنهای پادر با توصیفه که کتب کندهاری از مصنوی داشته و پشتو را پایان میبرم. گرم خشتی مصنوی، مصنوی مولوی، مصنوی سش فتاقی چگویات عشق بباقی، مولانا خلوی جناتی مصنوی دوی دریان. اگر قرار باشد برادرهای خواهرهای گرامی، ما بدیل را در برابر تندرویهای ایدولوژیک مطرح کنیم، یکی از منابع بزرگ و اصیل و قابل اتکا همانا افکار و نظریات مولانای بزرگ است و امیدوار هستم که این زمینه توجه بیشتر در حوزه تمدنی ما صورت بگیرد. از چیزی بایی شما سپاسگزارم. با جهان سپاس از سخنان آموزنده جناب استاد اشراف حسینی استاد دانشگاه آباد. همونطور که میدانیم مولانا مکتب عشق هست و عشق و خودشیفتگی و خودباختگی منجر میشن. و حالا در ادامه برنامه ما رقص سما داریم با گروه موسیقی بعد سما. از ایشان درست میدونیم که پاشر کامل آمده تدن با ما به شب Oh, honey, sorrow.
اسکندر که در 74 سال روز عرش مولانای بزرگ دختران شجاع و افتخار بخش افغانستان پیرو و رهنو مولانا و مکتب معنویت او که با نواختن موسیقی و رقص معنوی سما این مدرسه معنویت مان را حال واقعی معنویت بخشیده. با تشکر از گروه بسملت ها در ادامه برنامه مطمئن خانی داریم توسط آقای رامی مذهب سید بگر سنده افغانستان. درود از میکنم برای حضار محترم. من با اجازه بزرگان شعر میخوانم ولی یک غزل میخوانم از دیوان شمس به دلیل اینکه مثنوی نشون نیست. در هوایت بیقرارم روز و شب، در هوایت بیقرارم روز و شب، سر ز پایت بر ندارم روز و شب، روز و شب را همچو خود مجنون کنم، روز و شب را کی گذارم روز و شب، روز و شب را همچو خود مجنون کنم، روز و شب را کی گذارم روز و شب. جان و دل از عاشقان میخواستند، جان و دل را می سپارم روز و شب، تا که عشقت مطربی آغاز کرد، گاه چنگم گاه تارم روز و شب. ساقی کردی بشر را چل صبور، زان خمیر اندر خمارم روز و شب. ای مهار عاشقان در دست تو، در میان این قطارم روز و شب، تا بنگشایی بخندت روزم، تا بنگشایی بخندت روزم، تا قیامت روزدارم روز و شب. جان روز و جان شب، ای جان تو انتظارم انتظارم روز و شب. زان شبی که وعده کردی روز و شب، زان شبی که وعده کردی روز بعد، روز و شب را می شمارم روز و شب. بس که کشت مهر جانم تشنه است، زبر دیده اشکبارم روز و شب. با محبت. سپاس از آقای زمین مسهر شاید من روی سنده فشار بود. باقای سخنان استاد محمد انور و خواست مدر روی سنده برای سنگین اکادمی میشیم. دخلای تعالی حاضر چگون هستی دیمین کرونده ده، طول هستی دیمین پلمن که وری ایوانه کری او بالاخره که وضعیت ترسیدی چه چرا کری چه خدایش ده. زمون کن سرنمش ده ده چه پایغ مرغبا نواون چه پتونه غک که وست کنید. سوالی که بارها و بارها و همیشه ذهن به مشغول میداره این است که قبل زمان و مکان و انرژی و مادر قبل از چی بود؟ قبل از او هستی چی تعریف داشت؟ هستی هم چی بود؟ بودن چی بود؟ خب، انسان آمده
تا بر اساس تجارب شخصیش و میشنفت برد. یافتی من ای است که قبل از اینکه انسان به اون عنوان یک موجود زمینی اینجا صاحب متن کتابت شود، سلام وجود داشت. هستی مجموعی از نور و صدای خداوند بود. سرنوشت ما این است که متجلی بسازیم آن صوت و نور از ذریع و بگیرم و همین هم است که باور شخصی می است که تمام متن تاریخ یک سرنوشت دارد. فقط نعره شما بر از اینکه خدا هست، بیشتر از این چیزی وجود داره و کمتر از این چیزی وجود داره. یه حقیقت حی و حاضر است. و همه حال هر قرص مولانا، مولانایی که مولانا با عنوان مولانا بودی میشناسه، ولی نام جهانی از اون مولانا رومی هست. با عنوان رومی همه زمین را شاعر خود میدانه، فارغ خود میدانه، مرد زمانه بود. و همچنان یاده شده است زنده یاد استاد رهنمای زریا. بادر با دریق باید گفت که چرا ما در لحظاتی که میمیریم صاحب نام میشه یا دوره ها برای ما گرفته میشه. تصور خودم این است که حال استاد دریا از قلمرو معنه و زمان آن طرف و اونجا به استقبالش انسان ها و راه های شده. ما چی نماد شاید از این خود بودیم که به استقبال دیگر برد. مولانا را همه ما در این دوستی شداریم، ولی مولانا نه بندی زبان بود، نه بندی مذهب بود، نه بندی منطقه بود، نه بندی شب بود، نه بندی غرب بود، حتی بندی بهشت و دوزخ نبود. مولانا صفی صدام آمد که آن صدای اولی و اصلی را متجلی بسازد. و همین خاطرم جناب وزیر صاحب وقتی گفتم کار بسیار جانداری بود. برای ما وقتی از مقدمه دفتر اول و دوم میتونم از اون وقت قبل کردم چی گفتای نامی بازی بود. ما من شاگرد کریم هستم، ولی هرگز این گستاخی داده می کنم که من مولانا را برای کس تشریح بکنم. مولانا هست، مصنویز شمس هست، شمس دیوان شمس هست. اگر با دل بخوانیم مولانا را بیدین از اینکه نیاز به تفسیر و تعبیر باشد پیدا می کنم. و این هم مادره باید باشیم که هر کدام ما مولانا خود داره، هر کدام ما آگاهی هر کدام ما مولانا خود دارد. پس بگذاری که مولانا با می دیدن بیشتر باشا بیشتر از یه بشه برد. هر انسان مولانا خود دارد. خب بسیار خوش ما میگه که گفتوی نام بره که باید ما در اصل خود خودم دوباره آفرینی آن کلام شویم. او را از قول بردما بشنویم، از قول غنی بشنویم، از قول حمزه بشنویم، ولی سرنوشت ما این است که با کشف فردی شخصی خود با تجارب شخصی خود اما سیمونتی بیدار شدیم که در کلام نیز افتار خوبیده. ما اون سیمون رستیم، ولی وقتی به بیداری برسیم فعلا نام و افتخارات بیشتر جهری و ذهنی و روانی ما را اسیر و برده خود ساختن که این چیزی هم نیست. این صحبت های من پشت زبان و صحبت های
با پارسی حرف میزم و زبان برای ما بسید از بیت تقضیز کنن وقت که برای من راحت باشه پارسی با هر پارسی حرف بزن اون زمانی که با پشتو راحت باشه با پشتو حرف بزن من میخوام برم از این دعوه که بود برای هم برای خودم و هم برای هم که بگذارم که بایی دیدگاه مولانا را تازه کشف کنیم یکی از حرفایی را که جناب وزیر سرکار ادبیات مزرعه عشق است بگذارید این گستاخی هم به باباش را بگویم که بدون عشق هیچ چیزی وجود نداره خداوند برای من عشق است من هستی خداوند فقط با عاشق شدن کشف میکنم چیزی که ما فراموش کردیم نمی چیز است ما انسانان دعوای اشتباه مخلوقات داریم ولی حالا با موجودات قاتل خونریز و انسانان که خفقان و زندیل شدیم و از زندان شدیم برای دیگه و برگوری بیرد پایی مونید این است که ما این سرنوشت از زنی و بدی و بدی خود فراموش کردیم ما مخلوق عشق هستیم مخلوق تجری گرامی و شبخانه هستیم و سرنوشت ما این است که دوباره به عشق تبدیل شدیم ما باید عشق باید هر کلان ما با عشق مجسم شدیم با هم حال نمیخوایم که وقت بیشتر بگیرم با قرار است که در مورد کسایی که در زمان پشتو کار کردن در مورد مولانا حرف بزنم استاد اشتراق حسین نعمت دنیا مدن دیر که معلومات بران نفتن او دیدی جو گور بودن چه دوی دیواره که دادا کرده تا معلومات بران سکرده زمان بران گوون چه لمرانه کار چه پاکتو عدب و پاکتو جبا که دی مولانا دی اصام دی جبار کبرده که کرده داغا مولوی سال محمد بودک ده مولوی سال محمد بودک و حتل از ها نویم کار دید هم در افتید دیگه دلید او دیده یاست کار چه ورد جردی دیگه بوده معنی پاکی بودون پاکی در پختون مصنوی دید در کتاب ارواکار بلا محمد ترکی دیگل نظر ترسای امت سوکرکره او په دې اړه څو په نوښتونو کار کې د وخت اکاډمۍ یا پښتو ټول نه لخوا چارې کوي. خی نو چاپنه هم وي خو پایله نه هم وي. د دې په خوا کې بیا په کوزه پښتونخوا کې د مولانا د اثارو د دې شعرونو د ژباړو په برخه کې کار نه شوي. لکه څنګه چې حسیني صاحب وویل عبدالاکبر اکبر پښتو په نثر اړولې ده دغه مصنوعي په نثر اړولې ده او دا احمد دیدی یو ټوک چاپ شوی دی په ورته بل څوک عبدالجبار د کوارټ د انګلیسي څخه چې هغه د مصنوعي ځینې داستانونه او ځینې برخې په پښتو اړولې هم یې قلمي نسخه وسان د پېښور په اکاډمۍ کې خوندي ده لکه پرته په اوس وخت کې خوشبختانه زموږ ځوان ادبي نسل تر منځه د مولانا د پېژندلو او د مولانا له کلام نه د معنا د موندلو هڅې ګړندې شوې دي نه پوهېږم چې استاد منلی تشریف راوړی ده که نه راوړی تقریبا فکر کوم چې کال دیارلس سوه شپږ اتیا و د ده تر مشرۍ لاندې یوې ډېر ځوانانو د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي زدهکړیالانو چې په هغه کې میرمن نازنین حلیم و حبیب خوسا و محمد آصف احمدزی و محمد زاکر زکی و هارون حسن و میرمن فضلی دوی دغه ژباړه دی ده او په هغه وخت کې د اعتاد پرن زره پخوا دغه کتاب چاپ شوی ده فیماکیه دوی ژباړه دی او چاپ شوی ده یعنی پخوا کې د پښتو ژبې ډېر وتلي ستوري پیرمحمد کاروان د خپل د زده کړې دپاره مونوګراف په مولانا باندې لیکلی چې دا هم د ستایل وړ ده د مراز کاکړي میر احمد یار ځینې آثار ژباړلي دي چې په اور کې د شمس مولانا کیسې هم راغلي دي
نیش سنه قوانین دیو نغازی او نور خواهده را هم کارون خیلی نغازی چون چه او که کم در تغول نتاو را بجن دی میرگون نغیر کائنات سادا دوی ده مولانا کارکلا دیر را شوارا مطالعه داری او زور و نیویار زکر چه داری پکتو یه نبی عدیب ناسر دیر محکه استازی ده او زمان بینما چه داره دی مولانا دی پیشنر برخی دی پکتو اصوار که دیر کارو تقرا دکتر صاحب مهم سخن چه ده تشریف را بلده دوی دی فیل او دیانگورو داستانونا اخوال ایوازار که کارا تیخشتی ده دوی زمان دسته فقط دو البته یک بایه بودم که باید بگویم که شاید کتی معلومات کم دوده باشد و بزرگان و شخصیت های دیگه هم در عرصه معرفی آثار مولانا کارهای کرده باشند و آواز داره که از همشان میخواهیم فقط من چند نمونه را به شما معرفی کردم و از صحبت میکنم یک پایان میآورد که عشق یگانه جهانبینی زنده است هر کدام این تماشاق میخواهیم عشق همه چیز دام کنم ممنون و سپاس گزارم در مورد به گرام استاد و خاصمزر بار وینا میسخم اوست و در ادامه برنامه ما آقای سرکار نادری شاید و نویسنده و یکی از ستارگان ادبیات افغانستان رو بخود داریم که با پای سخنانشان رو برنامه خداوند بزرگ سلام می‌فرستم به عزیزان و بزرگان جمهور روان آن مرد با بیدروان استاد برنامه دریافشار با که بگونی تربیت پای بزرگی ادبیات داستانی ما بود فروغی و این پسگاه به غریبانه باشید به هر صورت مرگ نویسنده و آفرینشگر زمانی فرا میرسد که او دیگر نمیتواند بیافرینم زریان تا آخرین روزهای زندگی نبود و 20 سال اخیر زندگی شد یا دستی هم از 10 سال میشه گفت که دوران روی زمان نویسی به این نویسنده شده بود خیلی آشکار میدید خیلی سپاسگزارم از دوستان و به من فرصت دادن یک چیزی نمیشم که میخوام خدمت شما تقدیم کنم اژدهای یک‌زده و پایان کار ماضی بغداد مولانا جلال‌الدین محمد بلخی در دفتر سومی مثنوی معنوی روایت اژدهای تمثیلی از مردی مارگیری که اژدهای یک‌زده را مطلب می داشته بود یک حکایت بشنو از تاریخ بود تا بری زین راز سرکوب شیده بود بوی بردن همان درد کردن و فهمیدن است بر بنیاد حکایت آن تاریخ بود مرد مارگیری در یکی از روزهای زمستان و کوهستانی رفت به هوای شکار مار اما در کوهستان به اژدهای یک‌زده‌ای بر می‌خورد مارگیر اژدها را مردم می‌دارد و به این اندیشه خام اندر می‌شود که اژدها را با ریسمان‌ها می‌بندد و کشکشان آن را به شهر بغداد بیاورد تا مردمان را ارادت بر او فزونی دهد او همی جستی یکی ماه شگرد گرد کوهستان در گرد کوهستان در ایام برف اژدهای مردمی آنجا عظیم که دلش از چک او شد بد برزبین ماه دیر اندر زمستان شدید ماه می جست اژدهای مردمی مولانا راوی خود را به نام تاریخ‌گوی معرفی می کند و از اینجا می توان گفت که این روایت ساخته و پرداخته ذهن مولانا نیست بل در میان مردم چنان روایتی در مقام فهم اندرد و شناخت هستی دوستان وجود داشته است مولانا در این روایت به دنبال آن است تا آدمی را با ظرفیت‌هایی که دارد آشنا سازد
میگوید آنانی که بدنبال ما و اجداهاند در حقیقت بدنبال نفس اماره خودند و میخواهند این نفس را بیشتر از بیشتر من سازند که در نهایت این اجداها پروری حلاقت آن را در پی دارد. کوه نماد انسان است و ما و اجداها نماد نفس اماره انسان را. مولانا جای دیگری در وصلی میگوید مادر بودها بودی نفسی شماست، زن که آن بود ما و این بود اجده هاست. مارگیر از آن مار میگیرد تا مردمان را شگفت زده سازد، یعنی در پی ارضای نفس اماره خودند. خود نیز از مارگیری خود شگفت زده می شود. مولانا که انسان را کوه می داند می گوید که همه چیز در کوه است و کوه از چیزهایی که خود دارد شگفتی زدن نمی شود، پس انسان چراست شگفتی زدن می شود. مارگیر از بحر حیرانی خلق، مارگیر از این نادانی خلق. آدمی کوهی چون مفتون شود، کوه اندر مار حیران چون شود. خویشتن نشناخت مسکین آدمی، از فزونی آمد و شد در کمی. خویشتن را آدمی ارزان فرو، بود اطلس خویش بر درد بود. مولانا در این روایت تمثیل در این روایت تمثیلی یک ریخته نتیجه گیری های عرفانی را ارائه می کند. روایت برای او هدف نیست، بلکه روایت وسیله است تا نتیجه گیری ها و بینش های عرفانی خود را بیان کند. روایت برای او مانند یک پیمانه است که چیزی را با وسیله آن به جایی و به کسی انتقال می‌دهند. چون آن چیز را گرفتند پیمانه را برمی‌گردانند. ای برادر، قصه چون پیمانه است، معنی اندر وی مثال دانه است. او زمانی که انسان را چنان کوهی می‌داند به این مفهوم است که همه چیز در کوه است. همان گونه که انسان هر چیزی را که بخواهد در خود دارد، زمانی که نسبت به چیز دنیایی شگفتی زده می شود، در حقیقت از آن بزرگی و از زمین خود بیرون شده و از آن هستی کل و سوی کمی و کاستی گام برداشته است. البته چنین روایت غیر از مثنوی در آثار دیگر نیز دیده شده است. چنان که همانند این قصه در افسانه های وجود می یابیم و نیز در مرزبان نامه قصه بازرگانی را می خوانیم که با مار دوست می شود و در یکی از روزهای زمستان مار را یک زده و بیجان می آورد. مار یک زده را در توبره الاغ خیش می گذارد تا گرمی نفس الاغ و تا گرمی نفس مار الاغ را به حال می آورد. مار الاغ بازرگان را نیش می زند و خود را می کشد و سوراخ. در اینجا ماری از زدن نفس آدمی است که اگر قدرت بیابد دشمنی خطرناک است. مولانا در ادامه این حکایت می گوید مارگیران اژدها را برگرفت، سوی بغداد آمد و سوی بغداد آمد از بحر شگفت. اژدهایی چون ستون خانه‌ای می کشیدش از پی دانگانه‌ای. کژدهای مرده ای آوردم، در شکارش من جگرها خوردم. مارگیر دو هدف دارد. نخست در هوای آن است که منیت او گرد شود، مردم بر او تحسین بفرستند که اژدهایی را از پای انداخته. دو دیگر این که به هوای چند دانگ یا پول است که این همه گذافه می بافد. دانگانه ای به معنای چند دانگ یا پول است. اما بیخبر از این که اژدها زنده است و این برق و سرمای روزگار است که او را در کوهستان کرخ ساخته است. او همی مرده گمان بردش ولی زنده بود و او ندیدش زنده بود و او ندیدش نیک نیک. او ز سرماها برف افسرده بود، زنده بود و شکل مرده می نمود. عالم افسرده است و نامی او جماد، جامد افسرده بود ای اوستاد. باش تا خورشید اشکای حیران، تا ببینی جنبش جسم جهان. اساساً در جهان‌نگری عارفانه مولانا
جهان جمادی زنده است، چون با آن هستی مطلق پیوند دارد و تنها آنانی به این امر میتوانند باورمند باشند که حس درون بین داشته باشند، نه فقط حس ظاهر بین که این حس در جهان کوچک جمادها محدود میماند. چنین است که ماهگیر این اجزای کرخ را مردن داشته بود و میپنداشت که دنیای جماد دنیای مردگان است. از این نتیجه‌گیری ها که بگذاریم، ماهگیر آن اجزای کرخ را با ریزمان ها بسته و کشکشان به شهر بغداد میآورد. در شهر هنگامه ای برپا میشود که ماهگیری نه مار که اجزای شکار کرده است. مردمان پراگنده، مرد و زن از حس و فرد گرد می آیند به دور ماهگیر و به دور اجدها. برای آنکه اشتیاق بیشتری مردم را به او، برای آنکه اشتیاق بیشتری مردم را به تماشای اجدها برانگیزد، آن را در زیر گلیم‌ها و پرده‌های بزرگ پنهان می کند. تا به بغداد آمدان هنگامه جو، تا نهد هنگامه بر چار سو، بر لبی شد مرد هنگامه نها، غلغله در شهر بغداد افتاد. ماهگیری اژدها آورده است، بلعجب نادر شکاری کرده است. جمع آمد صد هزاران خام ریش سیر او گشته چو از افغانیش. این ترکیب کنایی خام ریش هنوز در گفتار پارسی زبانان افغانستان و مفهوم انسان ساده دیندار و بی‌اراده و کسی که به آسانی فریب می‌خورد به کار داده می‌شود. مردمان چنان به دور اژدها و مرد ماهگیر گرد می‌آیند که از انبوهی به گفته مردم گویی جای سوزن انداختن در میانشان نیست. جمع آمد صد هزاران ژاژخا، حلقه کرده پشت پا و بر پشت با. مرد را از زن خبر نه از ازدحام، رفته در همچون قیامت خاص ها. خورشیدی داغ بغداد بر اژدها میتابد و چون سرما و یخبندان از اندامش دور میشود، جرمیدن میگیرد و جنبش اژدها شوری دیگری در مردم برمیانگیزد. اما اژدها که گرم میآید ریسمانها را میدرد و در نخستین حمله و در نخستین حمله ماهگیر ژاژخا را فرو میبرد و من انبوه خام ریشان گرد آمده را خونین و خونسار میسازد و زندگی را برهم میزند. آفتاب گرم سیرش گرم کرد، رفت از اعضای او اخلاق سرد. مرده بود و زنده گشت او از شگفت، اژدها بر خویش جنبیدن گرفت. خلق را از جنبشی او مردمار، آن مردمار گشتشان آن یک تحیر صد هزار. می شکست او بند و جان بانگ پلند، هر طرف می رفت چاقاچا بند. بند ها بیست و بیرون شد زیر، اژدهای زیش و ران همچو شیر. در هزیمت بس حلایق کشته شد، از پیکادر کشتگان صد پشته شد. ماهگیر از ترس بر جا خوش گشت، که چه آوردم من از کوهسار دشت. گرگ را بیدار کردان کوه میش، رفت نادان سوی از راهی خویش. اژدها یک لقمه کردان دیگ را، سر باشد خون خوری حجاج را. نتیجه‌گیری گیاهی نیز همان است که گفته شد. مولانا هشدار میدهد که اژدها در توست و اژدها نفس توست. بگذار همین گونه یک صدا و خفته بمانند. او را وزیر خورشید شهوت و فرایض بیدنی خود مگرد که دمار از روزگار می کشد. نفس اژدرها از او پیمانده است، از همو بیالتی افزاده است. گر بباید حالت فرعون او که به امر او همی رفتار وجود. پس با این اژدها چه باید کرد؟ مولانا میگوید بگذار همچنان در میان برد و کوهستان و در انزوای خود یک زده باقی بماند. اژدها را دار در برف فراق، این مکش او را به خورشید عراق. تا فسرده می بود آن اژدها، لقمه گویی تو یابد نجات. مات کن او را و ایمین شو ز مات، رحم کم کن نیست او زهره اصراق. این پرسش بسیار وجود دارد که مولانا برای انسان امروز چه پیام دارد. تا جایی که من میبین دارم عرفان مولانا عرفان انسان میبر و پویاست، انسان را به آزادی فرا میکند. در نخستین گام آزادی از نیروی شیطانی
شیطانی درونی که همیشه تلاش دارد تا انسان را به دنبال خود بکشد و آزادی انسان را در اختیار داشته باشد. او عشق را استرلاب اسرار خدا میداند. عشق استرلاب اسرار خدا است. عشق است که انسان را به خدا میرساند، نه عبادتهای آزمندانه در هوای رسیدن به بهشت. او و آلمان این اژدهای یکزده را میتوان غیر از نفس اماره نماد چیزهای دیگری نیز خواند. میتواند یک دشمن شکست خورده باشد که دیگر امکان و ابزار مقابله را ندارد، اما چشم در راه یک فرصت است تا آن ابزار و نیروی مقابله را پیدا کند. پس کردن دشمن نمیتواند که مفهوم مرگ او باشد، چون شرایط و ابزار برایش فراهم شود و اژدهای آفتاب خورده بغداد بدل میگردد. در نخستین حمله همان کسی را میبرد که او را از کوهستان یخبندان و زیر خورشید داغ بر داغ آورده است. در چند جمله کوتاه نیز میتوان گفت ما همگان کمابیش همان مارگی بغدادی که به هوای رسیدن به لقمنانی مقامی یا چند فرامی هر بار از کوهستانها دره‌ها و شهرهای یخزده و به خواب رفته اژدها پشت اژدها است که به کاخهای نیرنگ روزگار میآوریم و قربانی خام پیشی پیش میشویم، چون این همه اژدها در گرمای آتش قدرت گرم و داغ میشوند. آنگاه پارههای اندامهای ماست و خنجرهای بران دندانهای ماست. زنهار، 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 هرگز این همه اژدهای یکزده را به کاخهای قدرت نرسانیم که گرمای آتش قدرت سوزانتر از گرمای خورشید بغداد باشد. تشکر از ستاره ادبیات افغانستان جناب استاد سرکار نادری بابت خواندن و خواندن روایتهای شیرین بستوی مولانا. همانطور که میدانیم در کنار توسعه فرهنگ راههای تولید دارد، در کنار تشویق و تلفیق ادبیات نوشتاری یکی از راههای توسعه فرهنگ سینما سینمایی که در افغانستان پس از یک دوره تاریک دوباره برپای ایستاده و توسط یک بانی جوان از افغانستان رهبری میشه و اینا یک افتخاری داشتن به نام جشنواره لاجورد و این جشنواره را به نام تولد دوباره سینمای افغانستان نامگذاری کردن که واقعا بعد از یک دوره تاریخی و بعد از یک دوره تاریخی که سینمای افغانستان خفته بود دوباره باز ایستاد. از ایشان درخواست میکنیم که سخنانشان اینجا بکنند. به نام خداوند بخشنده مهربان، تشکر از این که من به محفل ارزشمند دعوت کردیم در حضور استادان عزیز. من معذرت میخوام دوست به همه دوستان که صحبت میکنم از حوزه خودم این سوتر. آقای معلم برای من گفتن که در مورد استاد زیاب اگر مطلبی در صحبتی دارم بگویم. من با آقای مرادی هم گفتم من خود را در اون حد نمیدونم که در مورد استاد یا صحبت میکنم و ایشان اصرار کردن و من به ایشان گفتم من یک نوشته ای برای خود استاد یا مینویسم و میخوانم و این نوشته امروز با شما در واقع برای شما هم میخوانم، همه با هم برای استاد یا. تو می دانستی از مرد گریزی نیست. مرد یک روز بی خبر می آید مقابل چشمانت و تمام زندگی کردن هایت چهار زانو زده می نشیند و تو باید پذیرایی کنی. هستی و تمام بود و نبودت را در اثبات مهمان نوازیت مقابلش بگذاری. مرد گاهی به دنبال بهانه ای می گردد تا تو را در اضطرابی عمیق دگرگون کند. در جنجالی بین بودن و نبودن در پروسه زیستن درماندن کند. در کشمکش تو با زندگی برای داشتن سهمی بیشتر از نفس کشیدن سرگردانت کند. اما بهانه ها همیشه بهانه باقی می مانند. مقصدی که باید رفتن، ترک کردن
و نبودن در این جهان بی‌انجامد پیروز می شود. افغانستان و این جغرافیای مرگ‌های پر از بهانه‌های توجیه‌پذیر و توجیه‌ناپذیر گویی در تار و پودش به نام یک سرزمین شاهد مرگ‌های بی‌شمار است. در درون خود جسم‌های بسیاری را در رده‌های سنی مختلف در موقعیت‌های اجتماعی فکری و اندیشه‌ای متفاوت دفن می‌کند. هویت وجودی این خاک سال‌ها با اتفاق افتادن مرگ‌های تحمیلی نیز تغییر می‌شود. مرگ‌های در جبهه‌های جنگ یا در چپ کوچه‌ای بی‌نام یا در خانه‌ای ساده در مرحله‌ای پرصدا و یا در کنج شفاخانه سر تحمیلی همراه با سرخوردگی ها و اجبار نزیستن ها. تو بهتر از هر کسی می دانستی که در برهوتی گام خواهی گذاشت که ارزش ها و ضد ارزش ها جا به جا شدن و می دانستی که آدمی که تصمیم گرفته باشد که ماندگار شود پس نظارگر زشتی ها و پلشتی های بیشتری در این خاک است. زیر هر نام و نشان و اتفاق و ماجرایی. تو اگر صفحه ها پر کرده باشی و روایت ها نوشته باشی و سالها در گیر و دار وفاداریت به قصه های این خاک آفرینشگری کرده باشی، اما باز هم روز سرد در خزانی سردتر فرا میرسد که تو در فرهای مطلق در میان تمام به سرانجام نرسیدن های قصه های نگفتر مجبور می کنم چشم برو ببرم. و اندوه رفتن تو در هرج و مرج تیرهای کاذب ماجراهای انسان نماهای ماجراجو حتی تلنگری نمی شود در ذهن پوسیده مردمان اسیر در افسون جهانی شدن های پر از موقعیت های زودرس در قدرت نمایی های پوشانی و تسبیدن و فضل کردن های فیگور های متوقع و توهم زده در بزرگ نمایی های زمینی. ذهن های پوسیده هرگز دقی نخواهند داشت از قداست نوشتن و خود را در اختیار نوشتن قرار دادن و هستی را وقف نوشتن کردن. ذهن های معیوب سودا زده دیده شدن در کنج هیاهوهای بیشمار اتفاقهای بیمعنی دنیاهای تجمل و شهوت و شهرت و نمیتابند معرفت شکوه قناعت تو را در نوشیدن چای سبزی در فنجانی چینی که لبش ترک برداشته در کنج خانه کوچک و یا لرزش دستانی که قصه های بسیاری را نوشته و در سرمای زمستان های بسیاری در همان کنج خانه کوچک سیگار دود کرده و تمام دغدغش جاودانگی زبانی اصیل بوده که در تاریخ خاکی پر از نزاع بارها زنده به گور شده است. تو توقع نداشته باش آن روزی که مرد بهانه ای را محکم دو دستی در آغوش میگیرد و هیچ تقلایی یاری نمیدهد به این که بمانی و زندگی کردن را ادامه دهی. خیزش سوگ عظیمی میان مردمانی شهری بد باشد که تو چه زیبا قصه هایشان را روایت کرده ای و وفادار بوده ای به اصالت زبان مردمی که پیاپی کوچ کردند و همواره آنچه مانده از آنها قصه های نگفتهشان بوده در کنجهای سیاه جنگ و نیستی و نابودی و تو بازگشت کرده بودی و دانه دانه چیده بودی هر قصه ای را و به کلامات عشق ورزیده بودی جنون و نیست تا دوباره زنده شوند و جاودانه. آه که عاطفه های مردمان این شهر هرگز یاریشان نمی دهد از سوگ تو بچیند. سوگ مرگ قصه گویی می کنند. عاطفه های ترخ خورده، پریشان، سرگردان و پر از فراموشی ها. در این سرزمین آنقدر مرگ با روزمرگی مردمانش عجین شده که دیگر شگفت زده نمی شوند از اینکه نوشتنی برای همیشه متوقف می شود. دستان لرزانی دیگر هرگز نمی‌لرزد تا پنجره خانه ساده را به روز
ساده ای را به روی روزی نو باز کند تا تنفس های نویسنده جان دهد قصه دیگر از مردمان این سرزمین و دود افیون فراموشی ندمد در خاطرهای سرزمینی که حافظه های پریشان مردمانش فراموش کردند که مردمان بی قصه مردمان بی هویتی هستند که فقط در اکنونی ناتوانی لحظه های آویزان از هیچ گذشته روایی فقط تمثیل زندگی کردن می کنند و دل باختن به فریبندگی فردایی که اگر به روز گذشته ارزشمند چند نظره باشد تمام آن فردا و تمام فرداهای دیگر و ماجراهایش فراموش خواهد شد. مردمانی که نمی دانند نوشتن همان مبارزه ایست دوام دار با فراموشی و تقلای بیوقفه برای ماندگاری و جاودانگی. تو تصور نمی کردی که روزی در میان درختان سر به فلک کشیده کاج در فاتح خانه زنانه قدیمی در دل این شهر پر از هیاهو آنجایی که حالا سینما پارکش را ویران کردن و در سردی خزان توهم کاشتن گلهای مرسر را فریبی می دهند جمعی خانواده کوچک در کنج سرد اتاقی بزرگ و بیرون و دیوارهای رنگ پریده و چاکیهای پوسیده در سوک تو بچینند و چشم به دروازه بیروزند که انتظار می رفت گروه گروه اهل ادب و ادبیات آنهایی که در دنیای جدید ارتباطات مجازی قبل رفتنت را هیاهو سر دادند و مدعی بودند که گلانت را در آینه دیدند و سکه سلیمانت را یافتند با فرزندت قمشریکی کنند. در قمشریکی با تنها دخترت بیایند فاتح خانه و هیاهوی آمدنها و تسلیت گفتنها را یا آنها دل خالی شده دختر و همسرت را پر کنند. اما هیهات که فاتح خانه زنانه شهرنو دروازش بار بار فقط برای رفت آمد نگهبان داوراندام ژندهپوش باز می شد که تقلا داشت در داخل بخاری کهنه قدیمی زیرمد چوب بیندازد تا سرمای فاتح خانه را کم کند. اما چه تقلای بیهوده ای. مرگ تو هیاهوی مجازی بود فقط، اما واقعیتی اوریان و گواه در نشان دادن جامعه‌ای کتاب نخوان و نویسنده نشناس فقط در ندان قصه بوی شهر هزار صاحب هزار در هزار دایه اما یتیم مطلق و مرد و دانستی که نوشتن و نویسنده بودن و قصه ها و از چنبره فراموش نجات دادن آقابتش تنهایی است و مرگی تنها و به خاک سپردن در قبرستانی که حتی مردمان چهار اطرافش نمیدانند چه گوهری در نزدیکیشان به خاک سپرده شده که سوگوارانه مرگش خواب قدرت جولاندهندگان قدرت و مهنت را حتی برای لحظه برهم نزد که به خود تکانی دهند و سوار بر اسبهای آهنین امنیت و آرامششان شوند و برای حفظ ظاهری در هم شده بیایند در مزارت پادهی بخوانند و یادت را برمیدارند. سردمدارانی که اگر برای هیاهوهای کاذبه زمانی سردمدارانی که برای هیاهوهای کاذب زمانی که در آن زندگی میکنند نگویی بریده شدند از واقعیتهای اجتماعی و جمعی و سرگردانند و تمنا و تقلای امنیتی بیشتر سهم بردن از تمعهای دنیوی به عشقهای مادی پروزهای نفتهای فراموش کردن که وقتی نویسنده چی به دست می گیرد یعنی بخشی از حافظه تاریخی روایی یک سرزمین برای همیشه می گیرد. فراموش کردن که نوشتن و امر مقدس نوشتن تنها امکانهای موجود است برای سرزمینی که هر روز به رهبری فراموشی تاریخی دل می بندد و قصه های مردمان از ذهن شبابی تعبیرها و تعریفهای اشتباه می شود که امر روایت کردن کتبی مهم است و راه نجاتی است برای دوباره تسلیم نشدن به سیاهی و تباهی. تو رفتی و ما فراموش نخواهی کرد. چشم منتظر دخترت را به دروازه فاتح خانه زنانه شهری که قصه هایش را ماندگار کرد او شاید روایت کند که تو چگونه رفتی از این دنیا و رفتنی تو امری عادی بود برای شهر و مردمانی که دیگر هیچ مردی شکستادهشان نمیکند. بانوهایی که تنها تقلای مهم اونشان زندگیت داشتنشان در قدرت و مهنت هست فراموش کردن که تو قناعت پیشه کردی تا در حضور هیچ بارانشینی سرخم نکنی تا اسیر نشدی
در توهم خرسندی حتایاد کاذب در ذهنهای سرگردان و خرسندی از این سال رفتن و ترک کردن و دل از راتنها در گروه قصه های گذاشتن که باید به سرانجامشان میرسانی. مرگ تو با شکوه بود، اما در فاتح خانه خالی، شکوهی که نیاز به بو و پرنای لحظه‌ای نداشت. شکوه تو در سادگی و ساده زیستن و قناعت بود، در رضایتت به تنها نوشتن و آن هم نوشتن جدی و دواندار را رسم زیستن انتخاب کرد. و به قول مولانا جلال الدین بخری، ما این که از باده بی جام خوریم، هر صبح منوریم و هر شام خوشیم. گویند سرانجام ندارید شما، ما این که بی هیچ سرانجام خوشیم. تشکر فوان از جناب دکتر سالروز کریمی در ادامه برنامه با خاص قدردانی از دانشمندان و مترجمان آثار خداوندگار بلخ و بشتون و سپاسنامه این را انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در نظر گرفته است که از آقای طاهر زهی سفرسازی وزارت اصلاحات فرهنگ و همچنین آقای زداخل تقاضا میکنیم که سپاسنامه ها را تحول بسیار جالب هست. امروز ما به مناسبت 747مین سالگرد مولانا رونمایی داشتیم از کتاب فیه ماهی که ترجمه و برنامه شد به زبان پشتو. یک جوان مثل آقای احمدی یا جوانتر از ایش از آقای نیوش محمد جوانی نیوش ترجمه کرده. جالبه که یادم انجینه هست، انجینری خواهد بله، سر یک از مسئله به دنیایی کنم. ولی زب، گرایش، فکر، فکرش کشانده به سمت عرفان صبح. بسیار زیبا برمی کنه و در این ها شر هم داشت. حالا آقای برحمد یاده که در طرف کنم و فکر میکنم که پیرامرد باشد از اهل خانقا. پیرامرد باشد سال بوده و کهن سال آمد جواب به یک تحول است. زبان، هر زبان یک جهان است و ترجمه هر متن و خصوص متن‌های فاخر مثل فیه ماهی و مثنوی و زبان‌های و هر زبان در هم جامعه زبانی یک چشم‌انداز را یک جهان را باز می‌کند. بسیار تشکر. شما
اصابش دبایی هم حضور گرامی عدیم نمبر تشوار اینکانال گرامی نخواهیت سپاسگزار هستم که تاخت برنامه بودید و در اخیر برنامه سما و موسیقی سرسود بانو فاطمه میزویی با آسان خواجه حضرت برسان تقریب میشد امید است که لذت کنید Thank you.
Thank you.
من قدیم سیزای برخور نیم
Yo.